بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید آقایان محترم و خبرگان عالی شأن امت، و تشکر میکنم از زحمات برادران عزیز آقایان محترم، چه در ضمن این اجلاس جاری و چه در طول سال در کمیسیون‌های مربوط که آقایون در اونجا حضور دارید و زحماتی کشیده میشه، و دعا میکنیم شما رو خداوند انشاءالله قبول کنه از شما به توفیق و تسدید بفرماید. از همه آقایان تشکر میکنیم، به خصوص از جناب آقای هاشمی رفسنجانی، برای اینکه در این اجلاس یک انتظار خصمانه‌ای رو که دشمنان داشتند خونسا کردند و انتظار داشتند که حالا بین خبرگان و امت اختلاف بیفته، رقابت‌ها به صورت رقابت‌های متعارف دنیای مادی در بیاد و مسابقه در خدمت تبدیل بشود به رقابت منفی در تصرف مراکز و جایگاه ها، که این به حمد الله نشد. خب از جناب آقای هاشمی انتظار هم همین بود، با توجه به سابقه عقل و احساس مسئولیتی که در ایشون همیشه ما مشاهده کردیم، و اون چی که انتخاب هم کردید آقایون انتخاب به جا و به حقی بود. جناب آقای مهدوی شخصیت برجسته و بارزی هستند، هم در عالم روحانیت، هم در عالم سیاست، هم در مسائل جاری کشور، در مسائل حوزه و دانشگاه از اول انقلاب تا امروز. اون چه اتفاق افتاد انشاءالله به برکت اخلاص آقایان و اخلاص شماها و عقل و تدبیری که در رفتارها و گفتارها انسان مشاهده میکنه، انشاءالله به خیر اسلام و مسلمین خواهد بود. انتظار هم همینه. شرایط امروز کشور به ملاحظه مسائل منطقه شرایط بسیار مهم و حساسی است. مسائل منطقه مسائلی است که ابعاد اون از متعارف مسائل جاری به کلی بیرون است. خیلی ابعاد عظیمی دارد اون چه داره اتفاق میافته. حالا دشمنان، سوء استفاده کنان، فرصت طلبان بین المللی، مستکبران چی میخواهند و چه خواهند کرد بحث دیگری است. اون چه اتفاق افتاده دو شاخصه بسیار مهم دارد که این دو شاخصه مورد آرزوی همه مسلمانان صادق و اندیشه های والا در انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی و در سایر نقاط عالم بود است. این دو اتفاق، یکی حضور مردمی است، یکی شعار اسلام. این دو چیز خیلی مهمه. حضور مردمی معناش این است که ملت ها با تن خودشون، با حضور شخصی خودشون در میدانهای مبارزه حاضر بشوند و خطرات رو تحمل کنند، مثل اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد. وقتی این شد، هیچ قدرتی در مقابل این نمیتوانه بایسته. حالا آمریکا و اینها که سهلن، همه قدرت‌های عالم هم دست به یکی بشن در مقابل ملتی که با همه وجود وارد میدان شده است، نمیتوانن مقاومت کنن، استادگی کنن. میزنن، میکشن، خونریزی میکنند، اما مغلوب میشوند. همونطور که امام در اون سالها فرمودند، خون بر شمشیر فائق خواهد آمد، پیروز خواهد شد. این اتفاق افتاده است. مردم با جسم خودشون، با وجود خودشون وارد میدان شدند
نماینده نفرستادند، به حرف اکتفا نکردند، اون هم نه در یک کشور، در چندین کشور که زمینه اون در کشورهای دیگری هم وجود داره. این یک نکته است که خیلی مهمه و جز دست قدرت الهی کسی قادر نیست یک چنین وضعی رو به وجود بیاورد. زمینه ها فراهم می شود، افراد نقش ایفا می کنند، در اینها شکی نیست، اما این دست قدرت خداوند است که مالک دل هاست، که قلب المرء بین اصبعی رحمان، خدای متعال است که دل ها رو عازم می کند، جازم می کند، اراده ها رو بسیج میکنه، این اتفاق میفته. دست قدرت محسوس است در این حوادث، چون دست قدرت الهی هست، بنابراین پیروزی هم در او قطعی است. نکته دوم در اینها مسئله شعار اسلام است. خب مردم مسلمانی هستند، جزء امت اسلامند، در این کشورها، در همه کشورها، حتی در اون جاهایی که مظاهر اسلامی در اونها محدود بوده است، همراه با فشار بوده است، حتی در اونجا هم مردم مؤمنند، مسلمند و اسلام ریشه دارد. اینم از خصوصیات اسلامه. در کشورهایی که مارکسیست ها 70 سال با همه توان سعی کرده بودند که اسلام زدایی کنند، به مجرد اینکه رژیم کمونیستی شوروی ساقط شد، مردم آمدن بیرون، جوانهایی که دوره اسلام را اصلا درک هم نکرده بودند شعار اسلام دادن. این یه خصوصیت مربوط به عمق اسلام است در دلها. در اینجا هم همین جوره. البته انگیزه هایی وجود داشت، الان هم وجود دارد، انگیزه های لیبرالیستی، شاید به نحو ضعیفتری انگیزه های سوسیالیستی یا امثال اینها، قومیت، لکن بدنه مردم مسلمانند و شعارها اسلامی است، به خصوص در کشوری مثل مصر که اونجا اسلام خیلی عریق است، عمیق است، قرآن حاکم است، محبت اهل بیت اونجا حاکم است. بنابراین این حادثه عجیبی است که دارد اتفاق می افتد. هنوز هم این حادثه در اول راه است. خب ما حالا به عنوان جمهوری اسلامی و ما تعداد موجود در اینجا به عنوان مسئولانی از جمهوری اسلامی و همچنین دیگر مسئولان وظایفی داریم. این وظایف را باید بهش توجه کنیم که از این مقطع زمانی آسان نگذریم. یکی از چیزهایی که در این حوادث بلا شک مؤثر بود، الگوسازی و گفتمانسازی انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی با اولا پیدایش خود، بعد با تشکیل موفق نظام جمهوری اسلامی که توانست یک نظامی را با یک قانون اساسی کامل ارائه کند و اون رو به کرسی بنشانه و تحقق ببخشه، و بعد مندگاری این نظام در طول 32 سال که نتوانند اون رو ضربه بزنند، و بعد استحکام و تقویت هرچه بیشتر این نظام که نظام جمهوری اسلامی امروز از لحاظ عمق و ریشه قابل مقایسه با 10 سال پیش، 20 سال پیش و 30 سال پیش نیست، و بعد پیشرفت‌های گوناگون در این نظام که پیشرفت علمی، پیشرفت فناوری و صنعتی، پیشرفت‌های اجتماعی گوناگون، پخته شدن افکار، پدید آمدن افکار نو، حرکت عظیم علمی در کشور، فعالیت‌های گوناگون، عمران‌هایی که در این کشور شده است که کشور رو در مواردی به درجه چند کشور معدود دنیا در آورده است. اینها همه حوادثی است که اتفاق افتاده است. اینها برای ملت‌های مسلمان چیزهای محسوسی است. این رو می‌بینن، مشاهده می‌کنن. این انقلاب آمد، نظام درست کرد، این نظام باقی ماند، روز به روز قوی‌تر شد، روز به روز هم پیشرفته‌تر شد. این می‌شود الگو سازی
و این الگوسازی یک گفتمانی را به وجود می آورد که اون گفتمان هویت اسلامی و عزت اسلامی است. امروز در بین ملت‌های دنیا احساس هویت اسلامی قابل مقایسه با 30 سال قبل نیست. احساس عزت اسلامی و مطالبه این عزت امروز قابل مقایسه با گذشته نیست. این اتفاق افتاده است. خب طبعا نتایجش این است که جبهه مخالف جبهه مقابل شکست میخوره. مستبدین فاسد وابسته ای در جاهایی در رأس کار بودن. خدای متعال وعده کرده است سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. مکرشون فایده ای برای اونها ندارد، بلکه به خاطر همین مکر به ما کانوا یمکرون، به خاطر همین مکرشون خدای متعال ذلت را و خاکنشینی را بر اینها تحمیل میکنه. این اتفاق افتاده است، این شده است، این جلو چشم ماست. این هم یکی دیگر از اون مواردی که ما آیات الهی قرآن را در مقابل چشم خودمون تجربهش رو مشاهده کردیم که این مال زمان ماست که خیلی با ارزشه که ما داریم اونچه که خدای متعال وعده داده است در قرآن اینها رو جلو چشم خودمون در تجربیات و خون داریم مشاهده میکنیم. بخش مهمی از تبلیغات ضد جمهوری اسلامی ناظر به همین جهت است، ناظر به این است که الگوسازی نشود در چشم ملت‌های مسلمان جمهوری اسلامی به صورت یک الگوی موفق در نیاد. این به نظر من این نکته بسیار مهمی است که همه ما باید بهش توجه کنیم. دشمنان سعیشون این است که جمهوری اسلامی به شکل یک الگوی موفق جلوه نکند در چشم ملت‌ها، چون وقتی الگو پیدا شد مردم به سمت او حرکت می‌کنند. وقتی توفیق این الگو دانسته شد مردم تشویق می‌شوند. یکی از همین نویسنده‌های مصری در 50 سال قبل 60 سال قبل در یک کتابی نوشته است که اگر ما بتوانیم یک نقطه از دنیا را با یک حکومت اسلامی اداره کنیم از هزاران کتاب و تبلیغ برای پیشرفت اسلام این مؤثرتر است. راست میگه. با اینکه حالا الگوی ما از لحاظ انطباق با اسلام اونجوری که ما میخواهیم نیست، ما خب فاصله داریم، خیلی فاصله داریم متاسفانه با شکل مطلوب تحقق اسلام، اما همون اندازه‌ای که توانستیم توفیق پیدا کردیم اسلام رو وارد جامعهمون کردیم و وارد زندگیمون کردیم آثارش داریم مشاهده میکنیم. عزتش رو میبینیم، قدرتش رو میبینیم، پیشرفتش رو میبینیم، استقلالش رو میبینیم. اینو مردم دارن مشاهده میکنن، میخوان این الگوسازی نشود. لذاست که سعی میکنن الگو را در چشم مخاطبان خراب کنن. یکی از کارهایی که از اول انقلاب تا حالا انجام گرفته اینه. اگر ضعفی داریم اون ضعف رو بزرگ میکنند در چشم ها، اگر ضعفی نداریم اون رو به ما نسبت میدهند به دروغ. اینو باید توجه داشته باشیم. یکی از کارهای اساسی دشمن این است در تبلیغات ضد جمهوری اسلامی، ناظر به این معناست و همه تلاش هم برای اینه. خب این دو تا عامل با هم کمک میکنن در این تضعیف این الگو. دو عامل به یک دیگر کمک میکنن. یک عامل، عامل درونی است، نقص هایی که وجود داره، کوتاهی های ما، کمکاری های ما، تنبلی های ما، مبتلا شدن ما به چیزهایی که مضر است به حرکت، مثل اختلاف ها، مثل کارهای خلاف گوناگون، میل به دنیا پیدا کردن ها، به سمت دنیا کشیده شدن ها، قدرت طلبی ها و از این قبیل چیزها، بی سیاستی ها. اینا چیزهایی است که ناشی از ماست، وجود ما داریم این نقص ها را ایجاد میکنیم که این الگو رو صدمه میزند. یک مقداری هم مربوط به دشمن است که همینی که ما داریم این رو 100 برابر بزرگ میکنن، به چشم دیگران میکشونن. عیب هایی هم که نداریم به ما نسبت میدن. خب حالا ما چیکار کنیم؟
اول باید به اون چیزهای خودمون درونی بپردازیم. اول بایستی به اون چیزی که تقصیر خود ماست، کوتاهی خود ماست، به او بپردازیم. اگر این رو درست کردیم، خدای متعال اون دومی رو کفاف خواهد کرد، یعنی تبلیغ دشمن رو هم خدای متعال خونسا خواهد کرد. در این مراجعات و شاکین که منصوب به حضرت سجاد سلام الله علیه هست، اولین شکایت این بزرگوار شکایت از خودشه. اللهم اینی الیک اشکو نفسن به سوء اماره و بالخطا، یا مثلا فرض کنید هم چیزی تعبیری اینجوری داره، و الالخطیعت مبادره. این اول شکایت از خودش، بعد که مبالغی از خود شکایت میکنه، اون وقت عرض میکند که اشکو الیک عدوون یضلونی. اول شکایت از خودمون، بعد شکایت از دشمن. باید این رو مراقبت بکنیم. حالا کی مراقبت بکند؟ چگونه مراقبت بکنیم؟ جوابش این است که در درجه اول مسئولان و زبدگان و برجستگان و روشنفکران و دانشمندان و علما و کسانی که محیط تأثیر دارند، اینا مراقبت کنند از رفتارهای خودشون. هم دیگه عرض کردیم قدرت طلبی است، دنیا طلبی است، دنبال اختلاف رفتن است، جنجال درست کردن است، خلاف اخلاق حرکت کردن است. که من در اینجا میخوام این مسئله خلاف اخلاق رو روش تکیه بکنم که فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه یکی از اون چیزایی است که اسلام مانع از اوست. نباید این اتفاق بیفته. این هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسی است. فضای حد که حرمت، انتقاد، مخالفت، بیان عقاید با جرأت هیچ اشکالی نداره، اما دور از حد که حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و دشنام و این چیزها. همه هم در این زمینه مسئولن. علاوه بر این که فضا رو آشفته میکنه و اعصاب آرام جامعه رو که امروز احتیاج به این آرامش هست به وجود میاره، خدای متعال رو هم خشمگین میکنه از ما. من میخوام این پیامی باشه به همه اون کسانی که یا حرف میزنند یا مینویسند یا در مطبوعات یا در وبلاگ ها و اینها، پیام باشه به همه اینها بدانند کاری که میکنن کار درستی نیست. مخالفت کردن، استدلال کردن، یک فکر سیاسی غلط را محکوم کردن یا یک فکر دینی غلط را محکوم کردن، این یه حرفه. در این کار مبتلا شدن به این امر خلاف اخلاق و این امر خلاف شرع و خلاف عقل سیاسی یه حرف دیگه است. این دومی رو ما نفی میکنیم به طور کامل و قاطع، نباید انجام بگیرد. خب متاسفانه این کار رو بعضی میکنن. من به خصوص به جوانها، بعضی از این جوانها بلا شک مردمان با اخلاص و مؤمن و خوبی هم هستند، خیال میکنن این وظیفه است. نه، من عرض میکنم این خلاف وظیفه است، عکس این وظیفه است. البته از نفوذها، از اغواهای شیطانی دشمنان، دخالتهای دشمنان هم نباید غفلت کرد. گاهی اوقات میشه، همونطور که امام بارها میفرمودن که گاهی وارد اجتماعات پرشور و مؤمن و مخلص میشوند، به یک سمتی و یک حرکتی اونها رو میکشونن. از این هم نباید غفلت کرد، هم غفلتهای ناشی از احساساتی شدن، هم ناشی از ندیدن دستهای دشمن نباید. این بنابراین من به خصوص از جوانها میخوام که نگذارند این فضای غیبت و تهمت و فحاشی و حتاکی و شکستن حرمتها ادامه پیدا کنه، که حالا وقتی که ادامه پیدا کرد طبعا همتو سرایت هم میکنه، مثل بیماری مصری. ناگهان میبینید در نمازهای جمعه مثلا فرض بفرمایید که محل خشوع و ذکر و توجه هست، یه چنین چیزایی گاهی احیانا دیده میشه که غلطن در غلط.
انسان اگر چنانچه قبول نداره اون خطیب نماز جمعه رو، خب پای خطبش نمی‌نشینه، اون اقتدا هم نمی‌کنه، میاد بیرون فضای نماز جمعه رو. یا حتی در درس‌ها، در محیط‌های علمی، محیط‌های درسی، گاهی اوقات از این چیزها دیده می‌شود که اینا غلط مضر و مخالف مصلحت انقلاب است. اینا همون ضربه زدن و شکاف ایجاد کردن و ترکدار کردن این هیئت عظیم و شفاف و با شکوه نظام اسلامی است که داره با قدرت حرکت میکنه، پیش میره، اینا ایجاد شکاف میکنه. خب این بنابراین نصیحت منه. من به بزرگان هم نصیحتی بکنم، این نصیحت به جوانها بود، پیرها هم محتاج نصیحت، اونا هم باید توجه کنن، مواضع درست گرفتن، حرف درست زدن، تحت تأثیر خبرهای دروغ قرار نگرفتن، اینم وظیفه است. اینجور نباشه که نظام اسلامی هزاران نفر دارن با زحمت شب و روز خودشونو میکشن، تلاش میکنن برای اینکه طبق حرکت اسلامی کاری انجام بگیره، نظام اداره بشه، وظایف بسیار سنگین انجام بگیره. یه عده‌ای دارن محض رضای خدا کار میکنن، انسان یه خبر دروغی رو بشنوه، بنا کنه همه اینها رو زیر سوال بردن، مسئولین دولتی رو، دیگران رو، این هم مصلحت نیست، این هم خلاف، این هم باید توجه بکنن. هم جوانها باید مراقبت بکنن، هم پیرها باید مراقبت بکنن. ما هم در جوانیمون احتیاج به نصیحت داریم، هم حالا که پیر شدیم احتیاج به نصیحت داریم. امیدواریم خداوند متعال انشاءالله کمک کند به همه ما بتوانیم این الگوی موفق و با شکوه و بسیار با عظمت را که نظام جمهوری اسلامی است حفظ کنیم و این رو به همین طور به نسل‌های آینده انشاءالله بسپریم و پیش خدای متعال از این جهت سرفراز باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.